الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في كتابه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ابتداء حلول ماه محرم و دهه عاشورا رو برای همه شما مؤمنان و عزاداران و سوگواران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. امشب اگر شبی اولی ماهی محرم باشد، چنان که گمان غالب بران است که شب اول باشد یا شب دوم، به هر حال شبی از شبهای آغازین دهه محرم است. با آمدن دهه محرم، این دهه عاشورا، یه تحول عظیمی در میان بخشی عظیمی از مسلمانان در سراسر جهان پیش میاد و آن مراسم عزاداری برای اهل بیت عصمت و طهارت برای سید الشهدا است. همه رو حالت اندوه میگیره. تقریبا در شرایطی که ما زندگی میکنیم که رسانه های جهانی این مراسم عزاداری رو به سطح گسترده پخش میکند در جهان، تأثیر جهانی هم میگذاره قهرن. خلاصه این مراسم عزاداری مراسمی است در سطح جهان برگزار میشه، در سراسر عالم، در جهان اسلام که به وسعت برگزار میشه و در غیر جهان اسلام هم به جهت حضوری مسلمانان این مراسم به وسعت برگزار میشه. اونگاه اینجا ما فعلا یه نکته رو میخواهیم مورد بحث قرار بدیم و اون این که قهرن یه پرسش وجود دارد که فلسفه این عزاداری به این وسعت حکمتش، فلسفهش چیست؟ اولا این پرسش یکی برای خودمان مطرح است که خودمان رو چگونه قانع میکنیم برای این مراسم عزاداری، با خودمان چی جوابی داریم؟ این سوگواری، این عشق
و این عزا و این اندوه و این ماتم چه معنا دارد برای من به عنوان یک شیعه، و ثانیاً برای دیگران، برای کسانی که بیرون از حوزه تشیع هستند، مسلمانان یا غیر مسلمان، برای آنان ما چی پاسخی داریم در باب این عزاداری و اندوه. اما بخش اول که مهم هست در مورد خودمان هست که ما چی تفسیری از این عزاداری داریم. یه چیزی که برای همه ما مسلم است که تقریبا جای شک و شبهه نیست، تمام شیعیان بالاتفاق، حتی شیعیانی که در امور دینیشان خیلی مقید نیستند، حتی در نماز که یکی از عبادات و فرایضی بزرگ الهی است ممکنه خیلی مقید نباشند، در امور حلال و حرام هم خیلی مقید نباشند، انضباطی نداشته باشند، انضباط شرعی، ولیکن چون شیعه هست نسبت به ماه محرم، نسبت به عزاداری امام حسین علیه السلام، نسبت به سوگواری امام حسین علیه السلام بی تفاوت نیست، متأثر میشه. یعنی این تأثیر عمیقی که در شیعیان به سطح وسیع وجود دارد، این غم به تعبیر دیگه یک غمی دلی هر شیعه رو میگیرد، دلی هر مؤمنی شیعه رو، هر مؤمنی شیعه رو این غم میگیرد. این غم چی تفسیری دارد؟ اولا اینش مسلمه، اینو من و شما همه قبول داریم که چون این حالتی هست برای همه شیعیان، یک غمی مستمر هست، یک اندوهی مستمر هست، یه اندوه یا غمی ناخودآگاه، چی بخواد چی نخواد، محرم که آمد، عاشورا آمد، یه اندوهی میگیره بینو. این اندوه اولا با اندوهای دیگه، با غمهای دیگه متفاوته. مثلا غمی که انسان در سوگ پدرش داره، در سوگ مادرش از دست داده، در سوگ عزیزان دیگرش از دست داده، بستگانشو، این غم با اون غمها فرق میکنه، اینو هر کس متوجه میشه، به خاطری که اون غمها فراموش میشه، آرام آرام فراموشی سپرده میشه، سال دیگه تجدید نمیشه، سال سوم و چهارم و پنجم هیچ تجدید نمیشه و به فراموشی سپرده میشه. این یک. و ثانیاً این که تجدید غمهای دیگر، مثلا غمی عزاداری برای فرزندانی که انسان از دست میده، بستگان، برادر، خواهر، تجدیدش مطلوبم نیست شرعاً. یعنی ما مثلا مأموریت نداریم که غمی عزیزانی که از دست دادیم مرتب در قلبمان زنده بکنیم، حتی دعوت شده به صبر، به شکیبایی، که شما شکیبا باشید، به شکیبایی و صبر بهش اهمیت داده شده. یا وقتی که شما پهلوی یک مصیبت زده میرید، سعی بکنین که اون رو به یاد مصیبت هایی که قبلا داشته نیندازید، تسلی خاطر بدین، او خاطرش تسلی بدین که اون به اون غم نیفته. اما برعکس این غم، برعکس این اندوه، که این اندوه آمدنش مطلوبه در قلب، این آمدنش مطلوبه، اون اندوه نیامدنش مطلوبه. اونجا به یاد عزادار انداختن عزا مطلوب نیست، ناسوابه، اینجا بیاد انداختن مطلوب است، که بیاد اندازی طرف رو، تو بیاد امام، بیاد این غم بیفتی، قلب مؤمن رو این غم بگیرد. سرش هم اینه که البته اون غم ها هرچی در قلب باشه، قلب نورانی نمی کند ها، قلب پاکیزه نمی کنه، روح رو متعالی نمی کنه. این غم، این اندو، یه خاصیتی خداوند درش قرار داده که قلب نورانیت میبخشد، جلا میبخشد،
متعالی می کند انسان رو، تعالی می بخشد. در روایات ما مثلا گریه‌ای، عزاداری بر امام حسین علیه السلام، گریه‌ای بر او، غم و اندوه او، خیلی فضیلت های عجیبی در روایات آمده. یک روایت، دو روایت نیست، خیلی زیاد. مثلا این روایات رو وقتی ما میخوانیم به شگفتی میفتیم. البته اینو بحث بکنیم که چرا این فضیلت آمده. مثلا نفسی که، تنفسی که عزادار، کسی که غم امام حسین در قلب اون افتاده، این اندوه در دل اون قرار گرفته در ایام عزا، میگه تنفسش به منزله تسبیح خداست. این روایت امام صادقه، شبیه این که ذکر میگه، ذکر خدا را میکند. تنفس، همین که نفس میکشه در مجلس عزای امام حسین و این غم هست در دلش، میگه خود تنفس به منزله این است که طرف سبحان الله میگوید. ماتمی برای حسین، گریه او برای امام حسین به منزله پرستش خدا و عبادت است. این فضیلت ها فراوان در روایات ما آمده. چرا؟ چرا چنین است؟ چرا یک گریه این همه عظمت دارد؟ منشأ این گریه چیست؟ مشخص این آب، این گریه، این آب، این اشکی که میاد با اشکهای دیگه متفاوته، زیرا منشأش فرق میکند. این آب از یک جای دیگری سرچشمه میگیرد، چون گریه ناشی از اندوه و غم میشود، اونم غمی شدید، نه غمی معمولی. انسان با یک غمی معمولی که گریه نمیکند که، یک غمی شدید باید باشه. دو، غم هم انسان، غم کاشفی از محبت واقعی است، از محبت واقعی است. پس این گریه ها ریشه در محبت دارد. اما اون محبت چیست؟ اون محبت و ولا، محبت اهل البیت که این همه من و شما شنیدیم، اون محبت، محبت، البته این رو باید بدانیم که محبت به طور کلی دو بخش میشه. محبت ها یک سلسله محبت هایی است که از بیرون وارد قلب انسان میشه، از بیرون وارد قلب میشه. اصلا در واقع ریشه در قلب انسان نداره ها، از بیرون وارد قلب میشه. برخی از محبت ها هست، محبت های زیادی در دنیا هست که به انسان پیش میاد، ناگهان پیش میاد. شبیه این که مثلا شما در باغچه خانتان رو مثلا اینجا رو میبینید، یک گل و عرض کنم باغ و ریاحین و اینها هست، باغچه شما همه سرسبز مون، تا این باغی که شما در باغچه تان، در باغچه خانه دارین، اینها همش گلها، گلدان هایی است که آوردین، شما اونجا گذاشتین و چیدین. اون گلها ریشه در خاک این خانه ندارد، از بیرون آمده. نظیر این. اما یه جایی هست که از متن اون خاک، از متن اون خاک یک گیاهی سر میزنه، یک گلی سر میزنه، اونجا رو معطر میکنه، نورانی میکنه. اون هم یک گلی، یک گیاهی یا یک درختی که وقتی اون شما ببری باز جوانه میزند، چون این درخت از بیرون نیامده، از عمق این خاک سر زده است. این ریشه در اعماق این خاک دارد. اون چیز شما میبینید، یک جوانه رو میبینین که جوانه زده، یه شاخه رو میبینین، این یه بخش بیرونی اونه، یه بخش کمیشه، بخش عظیم او در عمق این خاک است. شما هرچی دیدین، بعضی از گیاه ها رو وقتی هرچی بیبورید او از بین نمیره، چون حقیقتش پایین خاک است، از جای دیگر جوانه میزند. پاره این محبت، از روایات ما این دانسته میشود که این ولا و محبت اهل البیت که برای مؤمنان است، این همه ثواب داره گریهش، به خاطر میگه این محبت از اون نوع محبت ها نیست که از بیرون وارد دل مؤمن شده باشد، از بیرون نشده، ای از عمق وجود مؤمن سر زده بیرون.
به گونه ای که خود اون مؤمن هم خبر نداره، ریشه از ریشه هاش خبر نداره، از ریشه های این محبت خود مؤمنان خبر ندارن. اینجاست که در این باب بنده روایتی رو از ائمه معصومین محضر مبارک شما میخوانم. روایتی در این باب هست، صلوات ختم بفرمایید. پس ما که گفتیم این محبت، این گریه رو میخواهیم تحلیل بکنیم که چرا دارای یک چنین فضیلتی در روایات ما هست، این عزا رو میخواهیم تحلیلش بکنیم، گفتیم ریشه در محبت دارد و نه محبتی بیرونی، محبتی که ریشه در عمق وجود انسان داره. یعنی چه عمق وجود انسان؟ امروزی ها میگن که مثلا این روان انسان، مثلا یک روان خودآگاه داریم، یک روان ناخودآگاه داریم. این زبان امروز، زبان روانشناسی جدیده. میگه غیر از این روانی که هر کس از خودش خبر داره، من مثلا ما و شما از خودمان، از روان خودمان خبر داریم، میدونیم چه تصوراتی در ذهنمان هست، با کیها علاقه داریم، با کیها علاقه نداریم، از چی خوشمان میاد، از چی خوشمان نمیاد، در طلب چی هستیم، تصوراتی که در ذهنمان داریم، اینایی که سر و کار داریم با ذهن و انسان ازش خبر داره، اینو میگن روان خودآگاه. و بخشی معلوم روح انسان که خود انسان ازش خبر دارد. منتها الان هم در روانشناسی این رو جزی مسلمات روانشناسی جدید هست که میگه یه بخش از روان انسان هست که خود انسان از او خبر ندارد. یعنی اون رو ازش تعبیر میکنن به روان ناخودآگاه، یعنی پشت روان. اون چرا که ما درباره خیش از خبر داریم اونو میگیم روان خداگاه. منتها این روان خداگاه نسبت به اون بخش از روان که تاریک ما خبر نداریم بسیار یه چیز ناچیز است. بخش عظیم از روان انسان همون روان ناخداگاه است و اون روان ناخداگاه خالی نیست، پر است. یه بخش از احساساتی که ما نشان میدیم، چی میل چی نفرت، از یک چیزای خوشمان میاد، میگم آقا چرا از این خوشت میاد؟ شما میگم حالا نمیدانم خیلی دوستش دارم. معناش اینه که نمیدانم دوستش دارم، یعنی ریشه در روان ناخودآگاهی شما داره، از اون بخشی ناخودآگاهی ذهن، از اون بخش ناشناخته، از اونجا بیرون آمده، سر داده در بخشی خودآگاهی شما ظهور پیدا کرده، یه چیزی به صورت میل، یه چیزی به صورت نفرت. این زبان آنان است، ولیکن روایات ما این رو به تحت عنوان طینت بیان می کند. من نمی خواهم بگم که اون چرا که در روایات ما از زبان ائمه معصومین در روایات طینت آمده، سرشت و طینت، این همین نکته است که روانشناسان میگویند میان سخن ائمه معصومین و روانشناسان قطعا فاصله است، ولیکن سخن آنان یه مقدار، سخن روانشناسان یه مقدار ما را نزدیک میکند به مفهوم طینت که در روایات ما آمده است. در روایات ما اینجور میگه که این میلی که شما به ما دارین، این میل به علاقه، میل گرایش به ائمه معصومین، این ریشه داره میگه در طینت. طینت چیه؟ طینت یعنی اون وجودی پیشین، اونی که من و شما در او دخالت نداشتیم. این روایت رو بنده فعلا به همین روایت اکتفا میکنم، دیگه بیش از این وقت شریف شما رو نمیگیرم. امام میفرمایند ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین، خداوند پیامبران را از تین، تینت به اصل تین به معنای گل هست. تینت که میگن به معنای گل، گل آدم بسرشتن، اون گل یعنی گویا اون مایه های نخستینی وجود که ما از او ساخته شدیم، اون مایه نخستین رو تینت تعبیر میشه. ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین، از طینت علیین میگه پیامبران رو خداوند آفرید. گلی آنها از علیین بود، علیین بود یعنی علیین، یعنی از طینت عالی، یک طینت برتر داشتن. کلمه علیین هم در قرآن کریم آمده، قلوبهم و ابدانهم،
هم دلهاشان رو از طینت علیین ساخت و هم بدنهاشان رو. و خلق قلوب المؤمنین و خلق قلوب المؤمنین من تلک الطینه، قلوب مؤمنان را از همون گلی که بدن و ارواح پیامبران رو آفرید و ساخت، از همون دلهای مؤمنین رو ساخت، نه جسد مؤمنان رو، دلهاشان رو میگه ساخت. دلهای مؤمنان رو از آن طینت ساخت آفرید. و خلق قلوب المؤمنین من تلک الطینه و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلك، ولیکن بدنهای مؤمنان را از مرتبه پایین آن ساخت، یعنی از خود علیین نساخت، دلشان را از همون جا گرفت. و خلق الكفار من طینت السجین، ولیکن کافران رو، منکران حق رو، معاندان را، اونها رو از طینت سجین ساخت. سجین در برابر علیین، مانند نور ظلمت در برابر نور، مانند شر در برابر خیر، مانند مثلا پایین در برابر عالی، تلخ در برابر شیرین. و خلق الکفار من طینت سجین قلوبهم و ابدانهم، هم دلهاشان رو از اونجا ساخت و هم بدنهایشان را. فخلط بین الطینتین، وقتی که این دوتا طینت رو گرفت، هم طینت علیین هم از طینت سجین، اونگاه میان این دوتا طینت خلط کرد، اینها رو به هم آمیخت. فخلط بین الطینتین، چون میگه خلط میان دوتا طینت شد، فمن هذا، این کلام امام میفرماید، از این جهت یلد المؤمن الکافر، به این جهت میگه مؤمن گاهی فرزندش کافر میشود، از درون مؤمن کافر بیرون میاد. و یلد الکافر المؤمن، گاهی از فرزند از یک کافر مؤمن متولد میشه، صالح. چون میگه میان این تونت، این دوتا طینت علیین و سجین رو خداوند خلق کرد، به هم آمیخت، یعنی در وجود مؤمن از اون سجین هم هست، در وجود کافر از اون علیین هم هست. و من هنا، این نکته اخیر که نیاز به شرح زیاد داره، اصل این روایت روایتی بسیار سنگین و عمیقه، نیازی به شرح زیادی داره. و من هنا یصیب المؤمن السیئه، و از این جهت است که ما مؤمن رو میبینیم کارهای بدگاهی میکنه. مؤمن که دلش از علیین آفریده شده، چرا گاهی مؤمنین رو ما میبینیم کارهای خطا میکنن که؟ و من هنا یصیب المؤمن السیئه و یصیب الکافر الحسنه، و کافران رو ما میبینیم کارهای خوب میکنن گاهی، یعنی خیلی وقت کارهای خوب هم میکنن. چون میگه در میان این طینتها آمیزش داد خداوند، خلق کرد. فقلوب المؤمنین، اما دلها چطوره؟ دل رو، چون دل مؤمنین رو از علیین گرفته بود، نه جسدشان رو. فقلوب المؤمنین یحنو الى ما خلق من، میگه دلهای مؤمنون همواره گرایش دارن به همون سمتی که از اونجا آفریده شدن، اصلا قلبشان اینجوری هست، گرایش داره. بعضی ها اصلا طبعشان گرایش به خیر است، مربوط به عقل نمیشه، به تفکرم نمیشه بگیم آقای فکر کرده خیر رو فهمیده، اصلا طبعا خیرخواه است، گرایش به خیر دارد. و قلوب الکافرین تحن الى ما خلق من، و قلوب اون منکران و جاهدان هم میگه اینها میل داره به همون چیزی که آفریده شدن، از همونجا. خلاصه هر چیزی به اصل خیش میل دارد، میل به اصل خیش میکند، از کجا گرفته شده است.
این روایت البته روایت اول هست، در پیرامون بحث طینت از مباحث بسیار پیچیده است، پیچیده روایی ماست که مربوط به معارف اهل البیت میشه، چون ارتباطی به مسئله محبت اهل البیت دارد. من این حدیث خواندم، انشاءالله اگه پرسشی در این زمینه باشد بعدا انشاءالله میتونیم پاسخ هم بدیم. ممکنه ارتباطی به بحث فطرت داره، چون ما میگیم همه فطرت الهی دارند. خب این حدیث طینت میگه که نه، بعضی ها سجینی و بعضی ها علیینه. بحث اراده و آزادی و اختیار انسان، مگر انسان آزاد نیست، مختار نیست؟ اینها یک سلسله مباحثی هست که ارتباط به بحث طینت دارد. منتها ما فعلا به این نکته اهمیت میدیم که محبت و گرایشی به اهل البیت علیه السلام مربوط به طینت میشه. روایات ما میگه اون گرایش عمیقی به اهل البیت اینطوری نیست، این بسیار ریشه در عمق وجود دارد. امام صادق علیه السلام، مسمع یکی از اصحاب امام صادق هست، میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودم، از من پرسید که ای مسمع، آیا از حسین یاد میکنی؟ عرض کردم که یبن رسول الله، آره، سوگند به خدا من به یاد او هستم، برای او گریه میکنم. امام صادق فرمودن ای مسمع، آگاه باش، کسانی که برای حسین گریه میکنند برای او اشک میریزند، در لحظه های جان دادن پدران من رو در کنار خودشان خواهند دید. پدران من رو، امام صادق میگه. ای مسمع، آگاه باش، کسانی که برای حسین گریه میکنن پدران مرا در کنار خودشان خواهند دید. ای مسمع، پدران من بر ملک الموت سفارش میکنن و با سفارش پدران من ملک الموت برای اون مؤمن مهربانتر از مادر می شود. اونگاه امام صادق علیه السلام میگه وقتی که گریه ای کرد و سپس سر مبارکش رو برداشت، فرمود ای مسمع، جدم حسین می فرمود انا قتیل العبرات، من کشته اشکها هستم. هیچ مؤمنی نیست در جهان که به یاد من بیفتد، منو یاد بکنه و قلب اونو اندوه نگیرد و او برای من اشک نریزد. این جمله رو امام صادق از زبان امام حسین علیه السلام نقل می کند و امام صادق علیه السلام خود بنیانگذار این مراسم عزاداری و روزخانی بودند. این مراسم از امام صادق به ما رسیده مستقیماً. ابی هارون یکی از شعرای اون زمان است، میگه من با جمعی از اهل کوفه واردی بر خانه امام صادق شدم. همین که چشم امام صادق با ابی هارون افتاد، شاعر بوده و درباره مراسی امام حسین علیه السلام شعر میسروده. امام وقتی چشمش به ابی هارون افتاد، میگه بلند شد از جای خودش، این ابی هارون رو که شاعر اهل البیت بوده اینو در کنار خودش قرار داد، خیلی احترامش کرد. بعد فرمود که ای ابی هارون، به من رسیده است که تو شعر بلدی، شعر میگی. عرض کردم که فدایت شدم یا ابن رسول الله، بلی بنده شاعر هستم، شعر میگم. فرمودن آیا شعری درباره رسای جدم حسین داری که بر من بخوانی؟ از من خواست که شعری بخوانم در رسای امام حسین علیه السلام. میگه من شروع کردم به خواندن شعر در رسای امام حسین. کوفیان زیادی در خانه امام صادق بودند و امام اونچنان گریه کرد که اشکهای امام بر محاسن مبارکش جاری شد. همه با گریه امام صادق در اون خانه به گریه افتادند و اونگاه امام سر رو برداشت، فرمود ای ابی هارون،
میگه وقتی که تو داشتی این اشعار رو برای امام حسین میخواندی، برای جدی مظلوم و شهیدم حسین میخواندی، نه تنها ما بلکه در این مجلس فرشتگان مقرب الهی حاضر شدن. ای ابی هارون، اینها روایات معتبره است در کامل الزیارات علما نقل کردن. ای ابی هارون، اینجا فرشتگان نازل شدن، این صدا این بر این روزه ای امام حسین، به این مراسی که تو میخواندی، اونها هم بیش از ما گریه میکردن. ای ابی هارون، ای ابی هارون، خداوند با این روزه ای که تو خواندی نعمتهای خودش در بهشت رو برای تو واجب کرد و تمام گناهان تو را بخشید، از تمام گناهان تو گذشت. در حدیث دیگر نظیر این حدیث، شخصی دیگری به نام ابن عفان که اون هم یکی از روضه‌خوان‌های امام حسین علیه السلام در عصر امام صادق هست، از این حدیث پیداست که اینها می رفتن بر سر قبر امام حسین علیه السلام، شاعران بودن و اون مراسی رو می خواندن، اونجا گریه می کردن، عده زیاد جمع می شدن گریه می کردن. آمده بود کنار امام صادق، امام شنیده بود که این میره اونجا برای امام حسین شعر میخواند. فرمود شنیدم تو شعر میخوانی برای امام حسین. جدم امام حسین عرض کردم بله یا ابن رسول الله. فرمود از اون شعرها برای منم بخوان. میگه شروع کردم به خواندن، امام فرمود نه، من اینجور نمیخواهم که شما شعر بخوانی، همون طور این شعرها رو بخوان که با مردم میخوانی، سر قبر امام حسین بخوانی، به همون سبک بخوان، یعنی با لحن گریه و عزاداری بخوان. این گمان نکن تو در نزد منی مثلا بایستی آرام بخوانی، ای ابن عفان همون جور شعرت بخوان. میگه من صدامو بلند کردم، این شعرهایی که سروده بودم برای امام میخواندم، هی امام گریه میکرد و سکوت کردم. فرمود ادامه بدی ای ابن عفان. هی ادامه میدادم، شعرم تمام شد. گفت باز دوباره ادامه بدی. من یه شعری که به یاد داشتم در رسای امام حسین علیه السلام سروده بودم، اون رو آغاز کردم. این شعر مفهومش این بود که خطاب نموده بودم به حضرت مریم که ای مریم، ای سیده نسای عالمین، ای مادر مسیح، برخیز از جا. این شعر به عربی است، من ترجمه میکنم برای شما. ای مریم برخیز از جا، ای مادر مسیح برخیز از جا، برخیز گریه کن، ندبه سر بده. برای کی؟ برای حسین گریه کن، برای سرورت حسین گریه بکن. ای مریم پاشو بلندشو گریه کن، فاطمه زهرا را در گریه و عزای بر حسین یاری کن. وقتی این جملات رو داشتم میگفتم، چنان امام بیتاب شد، چنان امام صادق گریه میکرد، دیدم صدای ناله گریه خاندان امام صادق، زنها از خانه امام بلند شد، دیگه تمام خانه امام صادق گریه و ناله بود. و من داشتم این شعرها رو میخواندم، سکوت نمودم تا آرام آرام گریه های امام فرو نشست، گریه های خاندان او. و اونگاه فرمودن ای ابن عفان، کسی که برای جد غریبم امام حسین گریه کند، به یاد او بیفتد یا دیگران را بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب میکند. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، وما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم بحق حسين المظلوم. پروردگارا این قلیل توسل و عزاداری را از ما به کرمت قبول بفرما. ثواب این جلسات رو به روح گذشتگان ما نثار بگردان. توفیق عبادت و بندگی برای همه ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.